سلام میریم سراغ درس سوم از کتاب 500 Really Useful English Phrases تحت عنوان The Bully که توی این ویدیو بخش اول این داستان رو با هم میخونیم کلمه بلی به معنی قلدر آدم قلدر زورگو و توی این پاراگراف مطلبی رو میخونیم تا بیشتر با این مطلب آشنا بشیم Recently I visited the area where I was brought up and I ran into someone I used to know at school It was very strange because he recognized me and he started speaking to me, but I had no idea who he was. Then it hit me. He was the bully at my school all those years ago. Now I draw the line at rudeness, but I couldn't believe this person was speaking to me like we were friends after the way he treated me at school. I tried to make my excuses and leave, but he just kept on speaking to me. At least at school you knew where you stood with him because he was so horrible. But now it was strange as he seemed quite friendly. But I couldn't forgive him for the past. I know it was a long time ago and I thought that I'd gotten over it. But it seemed that I still held a grudge against him after all these years. <laughs> واقعا هیچ عبارتی نداره این کتاب که بگیم عبارت کاربردی نیست یعنی همه واقعا در بحث روزمره صحبت روزمره یا نوشتار معیار واقعا همشون کاربرده بعدی to bring up to bring up که معمولا برای فرزند کودک استفاده میشه به معنی بزرگ کردن رشد دادن بچه از رشد و نمو کودک نگهداری کردن از یک کودکی تا اینکه بزرگ بشه مثلا مثالم اینجا آورده میگیم I was brought up in a big family مثلا میخوام خب میگیم توی خانواده پر جمعیت بودیم یا I was brought up in England یعنی در انگلستان بزرگ شدم مثال ببینیم میگه I was brought up near the sea so I could swim early... from an early age من نزدیک دریا به دنیا آمدم یعنی اونجا بزرگ شدم دریا نزدیکمون بود و خب از همون سن کودکی کود سن پایین شنا کردن یاد گرفت to run into to run into somebody در بیشتر موارد یعنی برخورد کردن با یه نفری ولی اتفاقی مثلا چه تو خیابون راه میرید. یه دفعه رفیقتونو میبینید ا سلام چطوری این همچین حالتی مثال ببینید I haven't seen Bill since school and then just by chance I ran into him on holiday in France یعنی این رفیقم بیلو از زمان دانشگاه نایده بودم بعد یه قوی اتفاقی تو سفری که یعنی تعطیلاتی که در فرانسه داشتم با هم برخورد کرد It hit me It hit me خیلی شبیه به عبارت دون هست اینجا بنویسمش دون آن می مثلا میگیم It don't on me مثلا حالت گذشتش باشه بذارید درستش کنم دان می یعنی یهو فهمیدم یهو متوجه شدم دوزاری مفتاد البته دوزاری افتادن خودش یه عبارت دیگه است میگیم به خود اون لحظه میگیم پنی دراپ مومنت و مثلا میگیم the penny just dropped یعنی دوزاری مفتاد که یه عبارت البته بریتیشه من کمتر شنیدم در انگلیسی امریکایی اینو بگم مثلا اون لحظه که شما یه چیز متوجه میشی بهش میگیم a penny drop moment لحظه ای که دوزاری میفته یا در حالت فعل بخوایم با فعل به کارش ببریم میگیم the penny is just dropped یعنی دوزاری می لحظه افتاد یا در یک کس دیگه اما یه لحظه با آدم فهمیدن یه متوجه بشه که یه ها بگیره که یه مطلبی رو اینا رو میشیم میگیم it hit me و یا it don't on me هر دو تاش میشه مثال ببینیم میگه I didn't know why I have been having trouble sleeping recently Then it hit me. The stress of work is causing it. میگه نمیدونستم چرا مشکل خواب دارم یعنی تا اواخر نمیتونستم درست بخوابم. یهو فهمیدم که then it hit me. این صدای بشکن تو ذهنتون باشه. این دقیقا معنی it hit me و یا it don't on me رو القا میکنه. یعنی یهو متوجه شدم مثل جرقه ای که تو ذهن میزنه. The stress of work is causing it. استرس کار این مشغولی دل مشغولی کار نمیذاره بریم اون باعث شده تو draw a line at و یا تو draw the line somewhere یه خطی رو یه جا کشیدن یعنی مشخص کنیم محدوده یک چیزی رو معلوم کنیم حد حدود یک چیزی رو مشخص بکنیم میخوایم بگیم که مثلا یه چیزی تا کجا قابل قبوله مثلا شوخی تا یه جایش اندازه داره یا بزلگویی تا یه جا اندازه داره از بعدش دیگه میشه لودگی مثلا مثال ببینیم اولی میگه که I don't mind people coming to work a few minutes late but I draw the line at employees coming in around mid morning میگه حالا یه ذره مثلا ملت دیر بیان اشکال نداره ولی خط قرمز من کجاست در واقع محدودش کجاست اینکه طرف مثلا دیگه وسط های صبح بیاد منظور مثلا شرکتی ساعت 9 واژه طرف ده و نیم که میاد یا یازده میاد این دیگه دیره ده و ده دقیقه ده و ده و بیست دقیقه اینا قابل قبوله بالاخره طرف تو ترافیک میمونه یا اصلا صبح دیرتر بلند میشه تا یه حدی حد بالاخره انتاف همیشه هست مثال دومش میگه It's difficult to decide what is acceptable and what isn't But you have to draw the line somewhere And I've decided that this میگه خب سخته که تصمیم بگیریم چی قابل قبوله چی نیست ولی بالاخره یه جا باید این خط رو بکشیم دیگه یه جا باید مشخص کنیم که حد قابل قبول بودن و نبودن کجاست من تصمیم گرفتم که این وضعیت غیر قابل قبوله I have decided that this situation is unacceptable need to make excuses نکته این ای اینو بگم حالا این کتابم داره ولی بر مبنای متد یک جای معتبر آدم پیش بره خیلی بهتر عبارت هایی که شما میخواید از متنی بگیرید من اینا در سر کلاسام خیلی میگم اگر شما میخواید از یک متنی وقتی من میگم متن منظورم همه هر چیزی که شامل کلمات میشه یعنی پادکست هم متنه فیلم هم متنه سریال هم متنه ultimately اینا متن به حساب میاد اگر میخواید عبارتی رو از متن بگیرید باید بتونید نیوترالایزش کنید خونساش بکنید یعنی تمام کاراکتری که از متن میگیره رو ازش بگیرید اعتباری که از متن گرفته رو بگیرید برای همین اینجا من احساس میکنم این خانم جنی اسمیت البته هدفش ساده کردن بوده ولی این اصلا به نظر من اشتباه to make an excuse باید باشه نه make excuses چرا؟ چون زبان آموزی که با این آشنا نیست ممکنه دوچار این اشتباه باشه که این همیشه جمع میاد در صورتی که عبارت اصلی اینه و ما باید امکان جمع شدنش رو به زبان آموز بدیم خودش باید اینو متوجه بشه تو make excuses بهونه تراشیدن دیگه مثلا the student was always making excuses as to why he didn't do this do his homework میگه این دانشجو همیشه یه بهانه هایی میتراشه خلاصه که چرا تکالیفش انجام نده بعدی تو کیپ اون کیپ on doing something خب این باز ادامه شو ننوشته اینا است که به این کتاب میشه گرفت تو کیپ آن doing something دوینگ یعنی چی یعنی فعلی که آی دار اینجا بیاد ببین خودشم گفته تو کیپ آن تراینگ غالبا اینجوری میاد یا اگر بخوایم جانب احتیاط رو رعایت کنیم میتونیم اینو در پرانتز بذاریم یعنی چی یعنی قسمت پرانتز آپشناله توی نوشتن عبارت ها به صورت نیوترال سری قوانین داریم که یکیش اینه مطالبی که داخل پرانتز میان یا آپشنالن یا قابل تغییر مثال ببینیم میگه The experiment was a failure but the scientist decided to keep on trying بالاخره این کتاب با همه خوبی هاش هایی هم داره همین مواردی که الان گفتم یا ببینید ویراستاری خیلی دقیقی انجام نشده همیشه کلمه ای که در ابتدای جمله میاد باید با حرف بزرگ بشه این موارد رو من میگم برای اینکه شما هم توجه کنید فکر نکنید همه بری از خطان این که کتاب یک نیتیو سپیکر نوشته داخلش خطا نیست شما اگر بهش دقت کنید از اونجا هم میشه این دلیل نمیشه که اونا اشتباه میکنن این در نظر بگیرید چون اونا اشتباه میکنن اشتباه کردن ما درسته یا مثلا من خیلی زبان بلدم که این اشتباهات رو میگیرم مطلقا به این معنی نیست دقت کردن باعث میشه که این حالت در شما تبدیل به عادت بشه و درست یاد گرفتن براتون به جای اینکه یک فعالیت خداگاه باشه یک امر ناخداگاه باشه هدف از این چیزی که من میگم صرفا اینه که شما دقتتون در مطالعه بالاتر بریم بعدی to know where you stand with معمولا someone یعنی بدونین که تکلیفتون با این آدم چیه اوکی okay, موضعتون مشخص باشه مثال ببینیم میگه He may not be very friendly but at least you know where you stand with him میگه حالا خیلی آدم دوستانه ای هم نیست یعنی خیلی آدم به قول حالا سادش بگیم تو بروی هم نیست رفتارش همه چیش خیلی دوستانه نیست اما حداقل اینه که تکلیفت با یارو روشن میدونی دیگه مثلا اگه دوستید چقدر دوستید اگه دوست نیستید چقدر دوست نیستید همه چیش مشخصه این خیلی خوب to get over something ببینم این تا آخره بعد بله. to get over something یعنی دیگه از یه چیزی آدم بگذره مثلا فرض کنید یه دعوایی پیش میاد پیش شما و دوستتون تا یه مدت این تای دلتون هست ای تو ذهنتون مرورش میکنید بعد دیگه وقتی get over میکنید یعنی اینکه دیگه ازش میگذرید تموم شد دیگه از ذهنتون میگذره اینو در رابطه با بیماری ها هم میگن مثلا طرف مریزه، یه چند روزی مریزه دیگه یه جایی دیگه به مرزی میرسه که دیگه میتونه بیماری رو بذاره کنار یعنی اون لحظه ای که آدم دیگه بلند میشه میگه بسته ممکنه هنوز یه بخشی از آثار بیماری تو بدنش باشه ولی دیگه تموم شده به اون حالت هم میگن to get over something مثال ببینید میگه I was sad when I broke up with my girlfriend but I got over it after a few months یعنی ناراحت بودم بعد از اینکه با دوست دخترم به هم زدم اما بعدی چند ماهی دیگه حلش کردم دیگه بی خیال شدم عبور کردم از اون مسئله به این حالت درس بسیار خوبیه حتما حتما من اینو قبلا هم گفتم ولی اینجا تکرار میکنم درس رو که یک بار دو بار سه بار هر چند باری که احساس میکنید نیازه دیدید متوجه شدید که درس چیه از اونجا به بعد مرحله مرورش به وجود میاد دیگه تو مرور لازم نیست شما بیاید این عبارت ها رو بخونید فقط پاراگراف رو تمرین کنید و بهترین حالتش اینه که این پاراگراف رو از فایل صوتی اصلی خود کتاب گوش بدید فایل صوتی رو تو کانال تلگرام گذاشتم اگه تا الان دانلود نکردید که کار اشتباهی کردید حتما برید اون رو دانلود کنید روی گوشی یه جایی داشته باشید که تو اوقات بیکاریتون تو اوقات مردتون چه میدونم از مترو دارید میرید یه جایی نیم ساعت تو متروید تو تاکسی یا هر جای دیگه تو صفی منتظر چیزی هستید وقتتون رو با این چیزها پر کنید که هم مرور بشه هم از وقتتون استفاده حد اکثری کرده باشید به جای حرام کردنش در اینستاگرام و جای دیگه سوالی اگر داشتید حتما مطرح کنید تا جلسه آینده